آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم من جو روز و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان. سلام، روزتون بخیر دوستان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید تا الان و هر کجای دنیا هستید زیر سایه آقا صاحب عصر و زمان هم خودتون هم عزیزانتون سرزنده و سرحال باشید انشاءالله. برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنم از کربلای معلا، از جوار مزرعه نورانی و شریف آقا سید الشهدا و آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام و در خدمت جناب استاد رفعتی هستم. به نیابت شما عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام استاد، در خدمتتون هستم. متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله، ان شاء الله سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مجددا وقتتون بخیر عزیزان بیننده و همراهان برنامه توضیح المسائل. موضوع این روزهای برنامه توضیح المسائل احکام نجاست هست و درس دیروز تا راه‌های کشف نجاست پیش رفت. ان شاءالله امروز هم ادامه درس رو از جناب استاد میشنویم و فیض میبریم. فقط این نکته رو بگم که 2096471779389 شماره ارتباط شما با برنامه هست از طریق تلگرام و واتساپ. انشاءالله در مورد درس هم سوالی شد برای شما دوستان میتونید پیام بفرستید و انشاءالله سوال کنید و جواب بگیرید. بفرمایید جناب. خدا حفظتون کنه. عرض شد یکی از راه های کشف نجاست علمه. یقین دارم اینجا نجس شد. علم دو جوره، قبلا هم گفتیم، یا علم تفصیلی است یا علم اجمالی. علم تفصیلی اونی که یا بینش نیست، این لیوان آبش نجس شده، این میشه علم تفصیلی. علم دارم، یقین دارم، دیدم که نجاست داخلش چکید. یا همه میگن اینجا نجس شد، این خونه، با چشم دارم خون رو میبینم، علم به نجاست، علم تفصیلی. اما یه وقتی نمیدونم این لیوان نجس شد یا اون لیوان، این لباسم خونی شد یا اون لباسم، نمیدونم این عرض شود که زمین غصبیه یا اون زمین، علم اجمالی میشه. علم اجمالی در بحث نجاسات مثل علم تفصیلی در اجتنابه. یعنی همونطوری که اگر یقین کردم یه لیوان نجسه بعد ازش اجتناب بکنم، نمیتونم باش وضو بگیرم، غسل کنم، وقتی هم که دو تا لیوان شد بعد از هر دوتاش اجتناب بکنم. خب یکیش که حتما پاکه، درسته، ولی وقتی نمیدونم احتیاطاً، اونم احتیاط وجوبی، باید از هر دوتاش اجتناب بکنم. دو تا لباس، یکیش یقینا نجس شده، نمیدونم کدومه، تو هیچ کدوم نمیتونم نماز بخونم. دو تا آب، نمیدونم کدوماش نجسه، با هیچ کدوم نمیتونم وضو بگیرم. دو تا جانماز، نمیدونم کدوماش احتیاط پیدا کرده. خیسم هست که اگر این نجسه باشه وقتی نماز میخونم رطوبتش به بدنم منتقل میشه، که خواهیم جز شرایط نجس شدن هست. از هر دوش باید اجتناب بکنم. علم اجمالی مثل
علم تفصیلیه. بنابراین فرش خونه نمیدونم کجاش نجس شده، یه جاش حتما نجس شده، نمیدونم این طرفشه یا اون طرفشه، هر کدوم که باشه این یا اون حکمش یکیه، یعنی مثل علم تفصیلی به نجاسته، باید از هر دوتاش اجتناب بشه. فقط فرقش اینه وقتی علم تفصیلی دارم فتواست، یقینیست، باید از این اجتناب بکنم، ولی وقتی نمیدونم کدوماش هست مثل جاییست که مرجع فتوا نداره، یعنی احتیاط وجوبی، احتیاط وجوبی است که از هر دوتاش اجتناب بکنم. فقط یه بحث علمی کوچیک میکنم، تو بحث احتیاط وجوبی که مرجع تقلید میگه احتیاط وجوبی، اون جایی است که خود مرجع در دلیل متحیر شده، مرجع تقلید نمیدونه در زمان غیبت ظهر جمعه از دلیل استفاده میشه نماز ظهر باید بخونه یا نماز جمعه، میگه احتیاطاً هر دو تاشو بخونید مثلا. این میشه احتیاط وجوبی که این دوران بین این دو تا طرفش مال مرجع تقلیده. مردم که ادله رو نمیدونن، ادله رو مطالعه نکردن، این علم اجمالی برای اونا که پیدا نشده، فقط فتوای یعنی فقط احتیاط وجوبی رو از مرجع تو رساله میخونن. اما گاهی اوقات نه، برای خود ما پیدا میشه، یعنی کاری به مرجع نداره، برای من احتیاط شده، نمیدونم این انان این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، نمیدونم این گوشت ذبح شرعی نشده یا اون گوش ذبح شرعی نشده، نمیدونم این پوست میته است یا اون پوستی که اینجا هست میته است و مرداره و نجسه، باید از هر دوتاش اجتناب بکنم. پس هر وقتی علم اجمالی به نجاست چیزی یا جایی پیدا شد، وظیفه من احتراز و اجتناب از تمام اطرافه. میخواد دو تا طرف داشته باشه، میخواد سه تا، میخواد چهار تا، اینجا اسراف دیگه اسمش نیست. بله وضو نمیتونم بگیرم، خوردن نمیتونم بخورم، اما تو باغچه میتونم بریزم، میریزم تو باغچه که اسراف نشه. اگه آبه، اگه روغن هست برای خوردن نمیشه استفاده کرد، اما به بدنش میتونه آدم بماله قبل از اینکه میخواد بره حموم، این روغن زیتونی که نجس شده به بدنش بماله، بعد بره حموم هم بشوره، نجات چربیش از بین بره، ولی برای خوردن نه، نمیتونه استفاده بکنه. نمیدونم کدوماش بود نجس شد. دو تا ظرف روغن داریم، تو یکیش دستم خونی بود، لبه روغن بریده بود، رفت و چکیده بود داخلش، روغنم مایع بود، نمیدونم کدومی که از این دو تا ظرفه، از هر دو تاش باید اجتناب بکنم، هیچ کدوم رو نمیتونم. حتی اگه ظرف 5 لیتری، 10 لیتری، 10 لیتری هم بوده باشه، همش نجس شده، باید از همش اجتناب بشه. اگه مایعه، البته اگر جامده فقط روش جمع بکنید، اون قسمت بعدش که دیگه خون نرسیده پاک، مشکلی نداره. مسئله بعد هم از موارد گفتیم بیانه است. بیانه یعنی دو نفر، بنابراین اگر یک نفر گفت اینجا نجسه، اون دومی گفت اینجا پاکه، اینا با هم دیگه تعارض میکنه، نجاست ثابت نمیشه. بیانه هم نیست، دو نفر هم نیست که بگیم آقا حالا من شک کردم، شک شما مهم نیست، وقتی بیانه گفت اینجا نجسه باید اجتناب بکنی. بیانه هم نیست، خب شما که گفتید یه نفر بگه نجسه کافیه، یه نفر بگه نجسه کافیه، به شرط که یه نفر دیگه نگه اینجا پاکه. یکی میگه قبلا نجس بوده الان پاک شده، یکی دیگه میگه نه قبلا پاک بوده الان نجس شده. خب استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، علی حال شک میکنیم که اینجا پاک هست یا پاک نیست، محکوم به طهارته، حکمش اینه که پاکه. هر جا شک کردیم، بیانه نبود، استصحاب نبود، علم نبود، نه اجمالی نه تفصیلی، اونجا پاکه. هر جایی که یقین کردیم نجسه، علم اجمالی پیدا شد، بیانه گفت، یا آدمی گفت که قولش اطمینان آوره، آدمی که به حرفش میشه اطمینان کرد، آدمی که کار دستشه، حتی ولو عادل نیست، فاسقه، ولی کار دستشه، یعنی یه نفر آدم سالمی هم نیست، گاهی هم محرماتی رو انجام میده، ازش پرسیدیم که غذایی که از اونجا میگیریم چطوره، نونی که از اون فلان نونوایی میگیریم، میگه نه اینا من دیدم کارشونو اصلا رعایت نمیکنن و همه نونایی که میپزن نجسه. چرا؟ چون اینا یا گوشتایی که به شما میدن ذبح شرعی نشده، میته است، مردار، نجسه و همینطور. اما کسی که کار دستشه، کسی که اشراف بر اونجا داره، آقا مرغایی که از فلان مرغداری کشتارگاه میگیرید، اینا هیچ کدوم ذبح شرعی نمیشه، من اونجا هستم، نظارت دارم، این حیوانا رو اینطوری، این گاوا و گوسفندا رو اینطوری ذبح میکنن و هیچ کدوم شرعی نیست، کار دستشه، اشراف بر اون کار داره. مثل زنی که عرض کردیم ظرفای خونه رو میشوره، رختای خونه رو میشوره، حتی در عربه داره، کافر هم که باشه ولی کار در اختیار او باشه، صاحب ید باشه، وقتی خبر میده بله ما به حرفش باید ترتیب اثر بدیم، یعنی باید اجتناب بکنیم.
بنابراین اگر هیچ کدوم اینها نبود، مجرد شک بود، یه بچه میگه اینجا نجسه، یه بچه میگه که فلانی پا برهنه رفت و دستشویی اومد بیرون، دستشویی هم زمینش فرض کنیم نجس بوده، آب نکشیدن، یقین داریم بچه رفته طهارت نگرفته، با همون پای نجس اومده رو فرش راه رفته، جای پای بچه هم داریم میبینیم دو سه قسمت فرش هست، اما یه قسمت دیگه جای پا نیست اما رطوبت هست. خب علیه حال این رطوبت جای دیگه نبوده، مشخص از همین بوده. اما اگر نشک کردیم فقط قوقلی بچه هست، قوقلی بچه معمولا یه بچه کوچیکی که به سنی نرسیده که علیه حال تشخیص این چیزها رو بده، لذا بهش میگی که آب لیوان فلانی نریخت، میگه ها آره آب لیوان اون ریخت، حرفش رو عوض میکنه. چرا؟ چون اون به مرحله رشد و فهمی نرسیده که به شما تشخیص بده و درست حکم رو بیان بکنه، یعنی موضوع رو برای شما بگه، اصلا نمیدونه نجس یعنی چی. اما اگه به حد فهم رسیده، بله قولش معتبر است، یعنی جای اشکال اگر اعتنا نشه. خب این مواردی که تو زندگی ما پیدا میشه، بله، غالبا علم به نجاست نیست، بیانه هم نیست، فقط مجرد شکه. دستشویی‌ها که الان غالبا آب جاری و شلنگ و اینا هست، همش شکه اینجا نجس یا نه، ترشح نجس بود یا نبود، همش پاکه. فرش‌های خیلی خونه ها، جایی که یقین داره با چشم دیدید نجاست، یا علم اجمالی شده اونجای فرش، اینجای فرش، بقیه فرش پاکه حتی اگر رطوبت باشه. خب تلف پاشو گذاشت اونجا، از اونجا اومد تا اینجا پاشم خیس بود، قطعا پاشو گذاشت اونجایی که نجس بود، با پای خیسش اومد تا اینجا. اگه یقین دارید بله اینجا هم باید احتیاط بکنید، اما به شرطی که یقین باشه. شما میگید علم اجمالیه، کی گفت اونجا نجسه؟ شاید اینجا نجسه، یکی از این دو جا نجس شده. اونجا که پاشو خیس کرد و گذاش، معلوم نیست که قطعا جای نجسه اونجا باشه، ملاقی شبهه محصور است که قبلا گفتیم. یعنی اگر چیزی ملاقات کنه با جایی که علم اجمالی داشته، از اون دوتا باید اجتناب بکنیم، اما با پایی که به اونجا خورده، نه این دیگه شستن نمیخواد. بقیه فرش نه، شستن نمیخواد، مگر هم اونجا پاشو بگذره هم بیاد اینجا پاشو بگذره، یقین کنیم که دیگه این حتما پاش به نجاست برخورد کرده. راه رفتنه توی این موضوع همون ابتدا که پا خیس بشه، بعد از چند قدم پا خشک میشه. حالا اینش رو در مطهرات میگیم انشالله چطور میشه پاک میشه، رو فرش هم میشه یا نه. بنابراین مشخص شد هر جایی که مجرد شک باشه اونجا حکمش طهارته. بحث بعدی که صاحب عرب طرح میکنن اینجا این هست که شرطش چیه اگر دو تا دست به هم خورد، یک دست نجس یک دست پاک، اما هر دو خشک بود، آیا نجاست منتقل میشه؟ میفرماید نه، شرطش اینه که باید نجاست مصریه باشه، یعنی سرایت بکنه، یعنی رطوبت باید باشه. دو تا نجس، یه چیز شیء نجس با یه چیزی که پاک هست خشک به هم تماس پیدا کنن، نجس نمیشه. بنابراین پای من خشکه، جوراب من خشکه، رو زمینی که خشک راه میرم ولی نجسه، حتی اگه خون بوده، خون خشک شده، ادرار خشک شده، اشکالی نداره. دست به کافر میدم، دست من خشکه، دستمونم خشکه. فقط توی جاهایی که عبادتگاه یهود و نصارا و اینا هست، یه شخصی از امام سوال میکنه میخوام نماز بخونم چیکار کنم، خب اونا شراب و نجس نمیدونن، خیلی چیزای دیگر هم دیدید که دستشون مثلا جای چیزی میبره دهانشون میذارن، اینا چیزی به نام حرمت خوردن نجس ندارن و نوشیدن نجس رعایت نمیکنن. حضرت میفرماد که خب من که یقین ندارم اینجا نجس باشه، یه آبی بپاش و وایسا نماز بخون، یه رشی بکن. خب اگه نجسه که باید آب بکشید، نه نجس نیست چون شک هست، یقین به نجاست نیست، یه رشه ای از آب، اونم بعض از روایت بعض هم گفتن مستحبه، بنابراین تطهیر نمیخواد مگر اینکه یقین بکنید. حالا دست خشک به دست خشک، حیوانی که نجس العینه، مثلا سگی رو عجلکم الله، کسی دست به بدنش زد، بدن او خشک بود، دست منم خشک بود، این دست آب کشیدن نمیخواد. یه عرض شود که حیوان دیگری که نجس العین نیست اما علی حال بدنش با نجاستی برخورد کرده، به اصطلاح متنجس شده، فرشی متنجس شده، دسته در نجس شده یا متنجس شده اما خشکه، دست شما هم خشکه، هیچ اشکالی نداره و نیاز به آب کشیدن نیست. بله این شرط اولی که مهمه در بحث انتقال نجاست اینه که باید حتما نجاست مصریه باشه، مرطوب باشه. فرض بکنیم یک چاقو که این چاقو قبلا باش سر گوسفندی رو بریدن، خونی شده، الان نجس هنوز آبش نکشیدن، این چاقو تو آفتاب مونده خشک شده، شما این چاقو رو بردارید، دستتون نجس میشه، دستتونم خشکه؟ نه. اما با این چاقو یه هندونه رو بریدید قبل از اینکه آبش بکشید، خب چاقو خشکه اما هندونه که آب داره، رطوبت داره، خب آیا همه هندونه نجس میشه؟ نه.
فقط اون قسمتی که از هندونه بریده شد، اون قسمتی که این چاقو بهش برخورد کرد، چون همون ظاهر هندونه رو که آب بکشید هندونه هم پاک میشه. موارد نجاست مصریه رو خودتون میتونید تو ذهنتون مرور بکنید. مثلا شخصی تو آشپزخونه هست، دستش خونی شده بود، یادش رفت لباسی که برای شستشوی ظرف و اینا به گردنشون آویزون میکنن، یا حوله یه چیزی برداشت، با این حوله دستش رو خشک کرد، آیا حوله نجس میشه یا نمیشه؟ اگه یقین داره دستش نجس بود، خونی بوده، به این حوله زده، بله حوله نجس میشه، چون دستش خیس بوده. دستش خشک بود، نجاست رو دستش خشک شده بود، اما حوله خیس بود عرض میکنم، نه مرطوب بود، طوری که اگر بکشی به دستت خیس میشه، رطوبتش رو دستت میمونه. اینو به دست شما مالیدن، به دستتون مالیدید، بله حوله نجس میشه. پس شرط اول اینه که باید نجاست مصریه باشه. یه مسئله دیگه هم بگم، یادم اومد مهمه، اینا که لبشون زیاد ترک میخوره، خون میاد، تا زمانی که این لب خشکه، ترک خورده، هیچ مشکلی نداره. کی مشکل پیدا میشه؟ زمانی که زبان میزنه، زبان مرطوبه، خیسه، نجاست مصریه. اگه زبون زد به این لب، این زبون، این آب دهان نجس میشه، چون نجاست از بیرون اومده. نجاستی که داخل هست اگه کم باشه، محو شده باشه تو آب دهان، اشکالی نداره. اما اینی که از بیرون میاد ولو مزه خون نمیده، اما نجس هست، باید آب دهانش رو بیرون بکشه، بریزه. لازم نیست داخل دهان رو آب بکشه، اما آب دهانش دیگه نمیتونه قورت بده. بله، خیلی متشکرم جناب استاد. یک میام برنامه ببینیم با اجازهتون و سوالات دوستان رو مطرح کنیم. در خدمتتون هستیم دوستان. هست. عرض سلام دارم خدمت دوستان برنامه توضیح المسائل که از طریق یوتیوب و فیسبوک همراه ما هستن و ادمین صفحه فیسبوک به ما اطلاع داد که انشالله در یکی دو روز آینده انشالله پیام های شما رو هم به برنامه میرسونه و انشالله قرائت میکنیم و ببخشید از اینکه طول میکشه گاهن خوندن پیام های فیسبوکی شما. راحت ترین راه همین هست که به شماره که زیرنویس میشه در طول برنامه واتساپ و تلگرام بدید تا انشالله خیلی وقتها آنلاین هم جواب بدید. با سلام و خسته نباشید، میخواستم بپرسم که داماد شوهرم به من محرم هست؟ داماد شوهر، اینی که من متوجه میشم، یعنی شوهر شما دختری داشته از یه همسر دیگه؟ بله. و ازدواج کرده؟ نه، شوهر او داماد شما حساب نمیشه، داماد شما برای شما محرمه، اما داماد شوهر شما نه، نامحرم است، محرم نمیشه. بله، پرسیدن با سلام و عرض ادب، آیا وجوهات شرعی رو میشود به دفاتر شبکه داد؟ شبکه های شیعی منظورشونه؟ بله، هر جایی که براتون ثابت بشه اجازه از حاکم شهر داره، حالا با مراجعه به سایت هاشون اگر مورد اطمینان شما هست سایت هاشون، یا با تماس گرفتن با دفاتر همون مراجع، یا سوال از وکلای همون مراجع، اگر این کار انجام بشه اطمینان پیدا میشه و میشه مصرف کرد. انسان برای که خلاصه ذمه‌اش مشغول نباشه تو اینجور موارد باید دقت به کار ببره، ولی وسواس نه، به این اندازه که وقتی حاکم شهر برایش ثابت شد اجازه داده، حالا یا کل خمس را یا سهم امام رو یا درصدی رو به اون مقداری که اجازه دادن این کار انجام بدن. معمولا هم مؤسسات خیریه و مراکز و شبکه‌هایی که اجازه دارن از مرجع تقلید این اجازه هاشون رو میگذارن و رسیدم از دفاتر همون مراجع به مقلدین میدن. بله، پرسیدن که آیا نماز آیات واجب هست؟ چطوری میشه خون؟ من از زمانی که به تکلیف رسیدم نمازهای آیات رو یک حمد و پنج سوره توحید خوندم، الان میگن اشتباهه، باید نمازهامو دوباره بخونم یا نه؟ بله، همینطوره، باید نمازهاتون رو مافذمه تکرار بکنید. نمیگم قضا مافذمه بخونید، که اگر برای خسوف بوده، کسوف یا زلزله یا هر سبب دیگری، چون اختلاف هست که اینها قضا میشه یا نه، شما مافذمه نیت بکنید برای هر کدوم از اینها. نماز آیات مافذمه، یعنی برای ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، زلزله، قضا، ادا. فرض بکنیم شما الان 30 سالتون هست، یعنی از سن تکلیفتون اگر آقا هستید 15 سالگی یا 14 سالگی یا هر سنی، حساب بکنید سالی 2 تا یا 3 تا نماز طواف. اگه در جای زندگی میکنید که خدا نکرده زلزله زیاد میشده، بیشتر نماز آیات به گردن شما میاد.
هر یکی از اون اتفاقاتی که در توضیح مسائل توضیح مفصل داده شده، مثل زلزله، مثل ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی و صاعقه‌ای که بیشتر مردم بترسن، یک دونه نماز آیات واجب میشه. دو رکعت حمد، سوره رکوع 5 بار، یا حمد سوره رو 5 قسمت بکنید، هر قسمتی رو که خوندید رکوع کنید. اگر غیر از این بوده باید نمازاتون رو قضا بکنید به نیت مافی‌الذمه. متشکرم. سلام، خونه باقی مانده در گوشتی که میخریم آیا نجس است و اگر پخته بشه مشکلی داره یا نداره؟ نجس نیست، اما اگر زیادتر از حد متعارف باشه خوردن نداره، یعنی باید شسته بشه. شما ملاحظه میکنید، شما گوشت هر بارم که میشورید توی ظرفی میذارید، صافی میگذارید، میبینید آب خون را میفته. شما اینو دوباره هم بشورید بگذارید، بازم آب خون را میفته. اما اگر همون گوشت رو قبل از آنی که این آب خونش را بیفته داخل ظرف غذا بگذارید یا برش دارید، خون جاری نمیشه ازش. اون مقدار اشکالی نداره. اما بعضی از قسمت‌های مثل دل گوسفند یا حیوانات دیگه، شما دیدید وقتی باز میکنید تیکه ها و لخته های خون توش هست، اینا دیگه خوردنی نیست. تو رگ ها، خود رگ ها، خونایی که حتی اگر در ذهن شریفتون باشه، گفتیم رون پرنده ها مثل مرغ، بله، رگ های خونی داخلش هست. شما این رونو که باز میکنید، رگ های قهوه‌ای وقتی پخته میشه، وقتی هم پخته نشه خیلی مشخص نیست، اما وقتی پخته میشه معلومه رگ قهوه‌ای رنگ هست. اونو قشنگ در بیارید از لای گوشت، گوشت رو مصرف بکنید، اینها خوردنش محل اشکاله. خیلی متشکرم. شنیدم ماهیگیری که شغل نباشه اشکال داره، جواب چیه؟ بعد اینکه کوس ماهی که در بازار به نام‌های مختلف فروخته میشه حرامه؟ بله، راجع به صیدی که برای تفریح باشه محل اشکاله. در بابت نمازش هم گفته شده کسی که به این قصد سفر بکنه، سفرش بشه سفر معصیت و نمازش تمام، با جزئیاتش محل بحثه. اما سفری رو که انسان یا صیدی رو که انجام میده برای اینکه ماهیشو خودش مصرف بکنه یا بفروشه، بله، ولی نه اونطوری که با کشتی و تجارت بکنه، نه شاید تک و توک که ماهی میگیره، بله این مشکلی نداره. اما نه، ماهی رو میگیره میندازه یا به جهت دیگه تفریح داره میکنه، این رو بهش اشکال شده. اما نسبت به کوس ماهی، هر ماهی که ثابت شد برای شما پولک نداره حرامه، اسمش هر چی میخواد باشه. حالا اسم ماهی کوس است، کوس ماهی همه میگن پولک نداره. اگر ثابت شد که این پولک داره، این نوع خاص این حیوان پولک داره ولی قیافه شبیه کوسه هاست، شما میفرمایید کولی، مثلا میگو شبیه خرچنگ تا یه اندازه ای، اما شرعا جزء گوشت های حلاله، ولی خرچنگ حلال نیست. اگر برای شما، حالا بعضی میگن آقا از بازار مسلمان ها میخریم، دیدیم تو بازار مسلمان ها دارن خرچنگ میفروشن، خب اینها بر فقه غیر فقه اهل بیت علیهم السلام، بعضی از مکاتب و مذاهب دیگه، اما پیش ما، پیش فقهای ما خرچنگ حرام هست. و همچنین نسبت به کوس ماهی، یعنی ماهی که مطمئنیم اینا پولک نداره، اما دیگران مصرف میکنن، حتی گربه ماهی و ماهی های دیگر هم اینا مصرف میکنن. این دلیل نمیشه که اگر توی جایی زندگی میکنید که غیر شیعه هستن، یا شیعه هستن اما التزام دینی ندارن، یه جایی که قاطیه مسیحیان هم هستن، اونا هر ماهی رو مصرف میکنن، بگیم خب طرف فروشنده مسلمونه، این ماهی رو اون دست اون خریدیم، این کافی نیست. راجع به مارک های کنسروای ماهی هم ما گفتیم، حتی اگر مارک حلال نوشته باشن، شما باید بدونید این شرکت آدمی هست یا مجموعه‌ای که دارش میکنن یا فروشگاهی که ازش خریدید آدمی هست که رعایت میکنه، چون در گوشت ها از اول نجاست حرمت، اگر ثابت بشه که ذبح شرعی شده. بله متشکرم. وضوء از آب سرد کن یا کلمن های امامزاده ها اشکال داره؟ معمولا می نویسن اشکال داره، به جهت اینی که این آب رو با زحمت به دست میارن، با زحمت سرد میکنن و خاصه برای نوشیدن گذاشتن. متولی این شرط رو میکنه، این اختیار رو داره، یا بانی یا واقف. بنابراین اگر ثابت شده از این قبیله، بله وضوء اشکال داره و این وضوء باطله، باید وضوء رو دوباره اعاده بکنه. اما یه وقتیه من میدونم، یا اصلا خودم این کارو کردم، من کلمن آبو گذاشتم و روش نوشتم وضوء باهاش نگیرید، اما ته دلم میگم حالا کسی هم وضوء گرفت اشکالی نداره، اینو همینطوری گذاشتم که هر کسی نیاد با این آب وضوء بگیره. شما میدونید از نیت اون طرف خبر دارید، اینو نوشته که آب از بین نره، آب تلف نشه، و الا وقتی بهش میگی خلاصه شرط نکرده، شرط وقف، شرط انتفاعش این نیست، به صورت شرط نیست، اشکالی نداره. اگر هم شک کردید باید احتیاط کرد. متشکرم جناب استاد. پرسیدن که
پسر من خرچنگ خریده و میگه که گفتن بازار مسلمینه و خوردنش اشکالی نداره. مثل میگو. لطفاً من راهنمایی بفرمایید. بله الان جوابش گفته شد دیگه. علی حال ما نداریم حلال، اما میگو در بین اینها جزء ماهی جزء موجودات دریایی است که حلال شده. اگر مردی بخواد دوباره ازدواج کنه باید حتما اجازه همسر اول باشه یا نه؟ توضیح کامل بدید. اگر در ضمن عقد شرط شده باشه با این خانم که من در ازدواج دوم با شما مشورت بکنم یا از شما اجازه بگیرم به اذن شما باشه، بله. اما اگر شرط نشده، فقط در جایی که با عمه و خالش میخواد ازدواج بکنه اجازه میخواد، در جای دیگه اجازه نمیخواد. ولی میگن اگر بالاخره این هم هست که این ازدواج سبب بشه، شما مطمئنید یقین دارید که ظلم به این شخص میشه، بله، قبل از ازدواج، قبل از این اتفاق که بیفته، بالاخره باید انسان تلاش بکنه تا اندازه‌ای که میتونه طرف رو رضایتش رو جلب بکنه. واجب نیست، اما اگر خواست این کار انجام بده سعی بکنه ظلم به زوجه اولش نشه. چجوری از گناه نگاه به نامحرم یا حرف زدن و دوستی کردن دست برداریم؟ مثل بقیه خدای نکرده گناهایی که آدم ممکنه بهش عادت کرده باشه، ترکش با تمرین، با ممارسته. حالا راجع به چشمم روایات میفرماد به آسمون نگاه کنه، به زمین نگاه کنه، چشماش رو بر هم بگذاره. یعنی میخواد بفرماد که خدا برای این طریق نفوذ شیطان سد و مانع هم گذاشته، سخت نیست، میشه راحت تر از بقیه گناهاست، میشه آدم ازش چشم بپوشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمت رو ببند. وقتی چشم بسته بشه و یقین داشته باشیم، این نکته خیلی مهمیه در ترک بعضی از افعالی که مطلوب نیست، یقین داشته باشیم میتونیم ترکش کنیم. اگه گفتیم نه دیگه، مثل کسی که معتاده به یکی از مواد، میگه من دیگه نمیتونم، امکانش نیست، دیگه از ما گذشته، این بزرگترین اشتباه در خلاص شدن از یک اشتباهه. حتی اگه آدم 50 سالم خدای نکرده به یک اشتباهی عادت کرده، اگر اراده کنه، خدا بشر اینطور خلق کرده، میتونه از اون گناه خودش رو نجات بده، تصمیم بگیره، یه دعا و توسل حسابی، یک جایی که دعا مستجابه، یک ساعتی که دعا مستجاب از خدا بخواد. یادتون هستی وقتی میگفتم تو حرم ها میدیدیم اینجا زیاد میشد دیگه الان نیست، پاکت سیگارش رو مینداخت، میگفت این آخرین سیگاری بود که کشیدم، با شما عهد میکنم دیگه سیگار نکشم. حالا سیگار که حرام نیست، حتی اگر انسان عهد بکنه پیش امام حسین علیه السلام که دیگه از این به بعد شما کمکم بکنید، به هیچ نامحرمی نگاه نمیکنم، جواب هیچ نامحرمی رو نمیدم، من که میدونم زمانه خوبی نیست، طرف از من سلام میکنه، حال احوال پرسی میکنه، به دنبالش چیزای دیگه میاد، با یه پیام دادن، با یه جواب دادن، خصوصا دختر خانما میدونم که دنباله داره، میخوام سوال بپرسم، میخوام با شما آشنا بشم، میخوام اصلا با شما صحبت میکنم، حس میکنم مشکلاتم کمتر شده، بیمار بودم بیماریم برطرف شده و از اینجور حرفا، میدونم به دنبال اینها چیزای دیگه هم هست. من خیلی مراقبم، من نسبت به خودم اطمینان دارم، من نگاه برادر خواهری به شما میکنم. تا چه اندازه ما قوی تر از شیطونیم؟ تجربه نشون داده با این کلمات شروع شده، به جایی رسیده که صلاح نبوده. بنابراین از همون اول روایتش هم خوندیم، شیطان خبیثه، طمع میکنه به کسی که یک بار حرفش رو گوش بکنه، اگه زیاد حرفش رو گوش کرد دیگه نمیتونه، مثل کسی میشه که داره میپرستتش، نمیتونه از این پرستش دست برداره. یه کسی رو آدم خیلی دوستش داره، میدونه آدم خوبی نیست، دیگه نمیتونه، به خاطر اینکه زیاد دوستش داره هی توجیه میکنه بدیاشو. این عیب بزرگیه. تمرین بکنم، تلاش بکنم، از خدا کمک بخوام، خدا وقتی دید بنده ای داره دست و پا میزنه که خودش رو از گناه نجات بده، یقینا دستش رو میگیره. خیلی متشکرم. بزرگواری که از واتساپ تماس گرفتید، سلام علیکم. سلام شکی جانی، امام حسین. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، مطرح کنید، انشاءالله جواب بگیرید. بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید خواهر بزرگ. سوال این بود که من هر ماه از هلند میرم به آلمان، هر ماه باید برم، آل ماه رمضان میایم، نمیتونم که غصه دارست بکنم، باید به دو روز سه روز برم، آیا باید من چکار بکنم؟ آیا ریخ بگیرم یا غصه داروزا بکنم؟ ارمان باید که برم. فقط دو سه روز میرید درسته؟ بیشتر از دو سه روز که نمیمونید در اونجا. سوال جناب استاد شنیدید خواهر بزرگوار؟ دو سه روز بیشتر نمیمونید در آلمان درسته؟ بله بله.
خب انشالله طریق گیرنده بشنوید جواب سوالتون رو. ممنونم که تماس گرفتید. ممنون. خدا نگهدار. بله، با ماهی یک سفر و اونم دو سه روز شما کسی رو سفر نمیشید، بنابراین اون دو سه روز روزتون یعنی از بین میره و نمازتون شکسته میشه، نمیتونید روزه بگیرید. فقط دقت بکنید اگر میخواید روزتون کمتر خراب بشه بعد از ظهر سفر بکنید که روزه اون روزتون درست بشه. وقتی هم برمیگردید قبل از ظهر به وطنتون برسید و چیزی نخورید، رسیدید نیت بکنید که روزه اون روزتون هم درست بشه. ولی اگه مجبورید قبل از ظهر صبح باید حرکت بکنید وقتی دیگه وسیله نیست یا به هر جهتی، اشکالی نداره، روزه شما اون روز باطل هست. از حد ترخص که خارج شدید افطار بکنید و در جای یادداشت بکنید دو روز، سه روز، چهار روز، هر مقدار که سفرتون طول کشید بعد از ماه مبارک قضا بکنید. الان هم که ماه رجب و شعبان هست همینطوره، الان هم شما ممکنه بیشتر روزا روزه میگیرید، اما وقتی در مسافرت هستید سه چهار روز بله نمیتونید روزه بگیرید، مگر که نذر و اینها که اونم گفتیم خیلی دنبالش نباشیم. نه، روزتون رو افطار بکنید در چند روزی که مسافر هستید. کی میشه روزه گرفت در سفر؟ وقتی کسی رو سفر بشه، یعنی هر ماه حداقل 5 تا حداقل 4 تا سفر میره، یعنی 10 روز نمیمونه، 8 روز میره، 6 روز میره، 5 روز میره و در حال رفت و آمد هست. این میشه کسی رو سفر و روزش درست. انشالله. خیلی متشکرم. بیننده بزرگواری پیام دادن که در برنامه گذشته در مورد جنین اجاره‌ای هم یک صحبت کوتاهی شد. آیا اگر تخمک‌های زن کم باشد و از کسی دیگری اجاره کند حکم شرعی دارد؟ حکمش چیه؟ عرض کردیم اگر میخواد استفاده بشه از نطفه شخص دیگری، حالا چه مرد باشه چه زن، حتما باید شرایطش فراهم باشه. یعنی اگر از زن دیگری است باید حتما اون زن محرم این مرد باشه. اگر میخواد از مرد دیگری باشه هیچ راه محرمیتی با این زن نداره، بنابراین نمیتونه این در رحم این زن قرار بگیره و اگر هم قرار گرفت ملحق میشه به صاحب نطفه، یعنی برای اینها نخواهد بود در جایی که مشکل نطفه در مرد هست. بنابراین جزئیات مسئله رو خوب دقت بکنید. در جایی که میگن اشکالی نداره، جایی هست که نطفه مال مرده، مشکل در باردار شدن زن هست، نطفه مرد رو میخوان در رحم زن دیگری قرار بدن، یا نطفه زن هم مشکلی نداره، لقاح در بیرون رحم صورت میگیره، فقط به عنوان فضا از رحم زن استفاده میشه، خب اون زن هم حتما باید محرم این مرد بوده باشه، یعنی عقد خونده بشه و این نطفه در رحمش قرار بگیره. حالا محل بحثه که در طول ایام هم بعدی محرمیت باشه یا موقعی که میخواد این رحم منتقل به رحمش بشه محرمیت خونده بشه به صورت موقت و علی حال تا حرمت برطرف بشه، در غیر این صورت نه. بله، متشکرم. سلام، خسته نباشید، از خدمت شما سوالی داشتم. آیا میشود در سفر روزه مستحب گرفت؟ اگر مسافر هستید یعنی کمتر از 10 روزه جا میمونید، نه، روزه مستحبی نمیشه گرفت، کلا روزه باطله، چه واجب چه مستحب. فقط راهش نذره که شخصی نذر بکنه من این 3-4 روزی که ایام مثلا اعتکاف هست میخوام حرم امام رضا علیه السلام اعتکاف بکنم، نذر میکنه که اعتکاف بکنم، نذر میکنه که روزه بگیره، روزه برش واجب میشه، استثناست به خاطر نذر، جای دیگه هم نیست با این نذر نمیشه درستش کرد، فقط اینجاست. و من عرض کردیم انسان سعی کنه چیزی رو که خدا واجب نکرده بر خودش واجب نکنه، کارهای دیگه انجام بدید، مستحبات دیگه رو به جای این روزه انجام بدید. شکر گفتن که طور خدا از حاج آقا سوال بفرمایید که بنده بچه نوزادم اگر ادرارش بپاشه به لباسم غسل نیاز دارم یا نه؟ تماس هم داریم هر کنیم. بله، نه غسل که نمیخواد، آب کشیدن میخواد. بعضی فکر میکنن ادرار بچه پاک نوزاد کشیر میخوره، نه اونم نجسه، آب کشیدن میخواد. فقط گفتیم زن مربیه، اونی که بچه تربیت میکنه و خیلی گرفتاره، اون شرایطی داره بعضی از زمانها کمتر، یعنی یک بار تو شبانه روز مثلا کفایت میکنه، اما شما نه، هر بار که ادرار بچه به لباستون برخورد کرد لباس رو عوض بکنید یا آب بکشید. متشکرم. تماس رو اگر موفق بشم وصل کنم. سلام علیکم، بزرگواری که تماس گرفتید با برنامه، در خدمتتون هست. سلام خدمت شما و خدمت حاج آقا. علیکم السلام. یک سوال از حاج آقا بفرمایید. مثلا در ماه رمضان اگر جای آدم مهمونی برود لفته بماند؟ بله. نمازم قصر میشه، روزه هم که نمیشه. اگر آدم بعدش مثلا یک کار پیش به یک هفته دیگه هم بماند، میشه
14 روز. آدم چی کنه؟ روزه خدا بگیره یا اینکه معطل میشه روزه آدم؟ انشاءالله چشم و طریق گیرنده بشنوی چا قصر میشه یا نماز آدم مکمل بخواه؟ بله چشم. بله این رو هم میگن انشاءالله. در پناه خدا باشید. شما یک هفته یه جا بودید، روزه نمیتونید بگیرید، نمازتون هم شکسته است. تصمیم گرفتید یک هفته دیگه بمونید، باز هم نماز شکسته است، روزه هم نمیتونید بگیرید. بعد از هفته دوم خود 14 روز شد. اگر از اول میدونستید هم روزه باید میگرفتید هم نمازتون کامل بود، اما مردد بودید، معلوم نبود. شد 14 روز. بنا بود سر 14 روز برید، دوباره گفتن یه هفته دیگه باید بمونید. باز هم نماز شکسته است، روزه هم نمیتونید بگیرید تا 30 روز. اگر 30 روز رد شد، هنوز مردد بودید، دیگه هم روزه بگیرید هم نمازتون کامل میشه. قبل از کمتر از 30 روز نماز شکسته است، روزتون هم باطل میشه. نفرین کردن در حق همسر حکمی داره؟ اگر حکم داره بفرمایید حکمش چیه. اصلا نفرین انسان مؤمن جایز نیست. انسان حق نداره دیگران رو از برادران ایمانیش و خواهرانش رو نفرین بکنه. نفرین یعنی بد برای اونها خواستن. اگر انسان بدی کرده، انسان سعی کنه بگذره. اگر میتونه و نمیتونه بگذره، حقش رو از اون مطالبه بکنه، باش مصالحه بکنه، ازش بخواد. اگر نمیتونه، دسترسی نداره، سعی کنه بگذره تا خدا ازش بگذره. آدمی که نفرین میکنه بیشتر خودش رو آزار میده و علیه حال درست نیست. هر کس هم به ما بدی کرده باشه، جزاش نفرین نیست. نفرین یعنی بد خواستن، اونم از خدا، اونم بلا برای دیگران. ما خوشحال میشیم دیگران مریض بشن، ما خوشحال میشیم دیگران فقیر بشن، دیگران گرفتار بشن، تو بستر بیفتن، چه لذتی برای ما داره؟ بنابراین سعی بکنیم برای دیگران خیر بخوام. این طبع خوبیه که آدم برای دیگران همیشه خیر بخواد، حتی اونه که اذیتش کردن. بله، برای دشمنان اهل بیت بدترین ها رو آرزو کنید، نفرینشون کنید. خدا این دعای سغور، دعایی که برای اهل رزمنده ها میخونن، برای اونه که با دشمنان اسلام میجنگن و اینها، برای که خدا اینها رو آبشون رو چکان، زندگیشون رو چکا کن، روزگارشون چه بشون. بله، نفرین برای دشمنان دین بجاست، اما برای برادر ایمانی ندرست نیست. دیدید بعضی وقتا حتی مادر نسبت بچه خودش فشار بهش میاد، عادت کرده به زبونش خیر نبینی، به زمین سیاه بخوری، نمیدونم فلان بلا سرت بیاد. بعد بهش میگی مادر تو راضی هستی؟ وقتی سر حال میگه راضی نیستم، یه مو از سرش کم بشه. خب این عادت به نفرین کردن از خودمون دور کنیم. سعی کنیم اگر هم عصبانی میشیم، دیدید بعضیا فحششون که خیلی عصبانی میشن میگه پدر صلواتی، یا عربا میگه علیه ما علیه، هیچ معنی نداره. یه جوری دیگه خودش رو تخلیه کنه، نه خدای نکرده به نفرین کردن. بله، در حرم امام حسین علیه السلام در کنار آبخوری ها نوشته وضو جایز نیست. اگر با آن وضو بگیریم و نماز بخونیم، حکم نمازمون چیه؟ احتیاطاً اون نماز رو عاده بکنید. علیه حال این آب شاید با زحمت تحصیل میشه، اون کسی که این آب رو جمع آوری کرده شرطش این بوده، لذا میبینید میبینن جایز نیست. اگر اونایی که متولی ان این آبو تهیه میکنن این شرط رو گذاشته باشن، لااقل احتمالش هست. بله، اینا خودشون متشرعن، اینطور نیست که از خودشون حلال کنن حرام بکنن. پرسیدن که خلاصه اگه ما اینو ننویسیم سبب میشه مردم با این آب وضو بگیرن، و اگه با این آب وضو بگیرن ما به مشکل میخوریم، آبو با زحمت تهیه میکنیم. بنابراین فقط تنها راهی که بشه این آب رو نگه داشت برای آشامیدن اینه که بنویسیم جایز نیست. علی حال اگه برای انسان ثابت شد یا شک کرد باید احتیاط کنه. اگر نماز خونده و نمیدونسته، احتمال زیادی نماز مشکلی نداره، اما احتیاطا نماز شعاده کنه. سلام علیکم، خسته نباشید. من بچه که بودم، بچه کوچیکی بودم، از 9 سالگی تا 14 سالگی روزه نگرفتم. حالا که حساب کردم خیلی زیاد میشه همشو، نمیتونم بگیرم. میشه بفرمایید چیکار کنم؟ شما شروع کنید به قضا کردن. هر مقداری که تونستید، در هر ایامی که تونستید، کم کم عادت میکنید به غذا گرفتن. روزه رو سخت نکنید برای خودتون. روزه اصلا یک نوع علاج، بدنهای ما نیاز به روزه داره. سحری افطاری خوب میل بکنید، غذاهای مقوی بخورید، یه روز در میون، دو روز در میون. اگر همسرتون مخالفت کرد، زمانهایی که میبینید حوصله نداره روزه نگیرید، وقتهای دیگه بگیرید و تلاش بکنید کم کم غذا بکنید تا تمام بشه. یه دفتری داشته باشید، یادداشت بکنید. علیه حال حدود 5 سال هست، حدود 150 روز. یک ساله بعضی ها کل سال روزن، بعضی ها رجب و شعبان رو متصل میکنن. رجب و شعبان دو ماه 60 روزه. دو سال، سه سال انسان این کار رو انجام بده تمام میشه. منتظر نباشیم بعد از ما کسی این کار انجام بده، ولی از نظر شرعی هم بنویسیم، هم تو دفتر یادداشت بکنیم که ما اینقدر قضای روزه گردنمون هست.
البته به شرط که فقط قضا باشه. اگه میدونسته و افطار کرده کفاره هم هست، بابت هر روز باید 60 تا فقیر اطعام کنه، یا اگر توانش توان مالیش نیست توان بدنیش هست روزه هاش قضا بکنه، یعنی 60 روز روزه بگیره به عنوان کفاره. خب ایشون پیدا توان اون نیست، باید توان مالیش، اگر اونم نیست به اندازه‌ای که میتونه باید اون کفاره هرم پرداخت کنه. اگر احتمال نمیداده که روزه برش واجبه اصلا، فقط قضا برش هست، علی حال شروع کنه، همت کنه، ان شاء الله خدا یاریشون. بله متشکرم. تقریبا یک دقیقه تایم داریم و بپرسم که من خیلی گرفتارم، چه دعایی بخونم که روزیم زیاد شود؟ هر شب سوره واقعه یکی از بهترین کارهای مجربه برای زیاد شدن روزی است. احترام به پدر مادر، خیرتون به دیگران برسه، خدا بنده ای رو که چنین دید با کمش خیرات میکنه روزی رو برو زیاد میکنه انشالله. 45 ثانیه بپرسم یک سوال دیگه. خب میگن و من یتق الله یجعل له مخرجا، ختامش با این آیه شریفه باشه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، گناه نکردن روزی رو زیاد میکنه، نماز اول وقت خوندن روزی رو زیاد میکنه. خیلی مهمه دعای پدر و مادر، ان شاء الله خدا روزیتون زیاد کنه. خیلی متشکرم جناب استاد. یک تشکرم از طرف احسان عزیز کارگردان برنامه که گفتن که از کوتاه‌ترین وقت هم جناب استاد استفاده میکنن، تشکر کردم. از شما هم ممنونم که بیننده برنامه هستید. فراموش نکنید که پخش زنده برنامه رو میتونید از طریق فیسبوک و یوتیوب دنبال کنید. اگر موفق نشدید در یکی دو ساعت با تأخیر میتونید لینکش رو در صفحه ببینید و دنبال کنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.